درود بر بینندگان نازنین شبکه جهانی کانال یک، امیدوارم هر کجا که هستید و برنامه های ما را میبینید شاد و تندرست باشید. پری عسکری هستم و در این برنامه میخواهیم به موضوع ناآرامی ها در قاره آمریکا و قاره اروپا بپردازیم، چرا که در هفته های گذشته و میشه گفتش که مدتی هست، بخصوص بعد از حمله حماس به اسرائیل، شهرهای اروپا مثل لندن، پاریس، سوئد، حتی آمستردام و دیگر کلان شهرهای اروپا به نوعی ناآرامی به وجود آمده، در دانشگاه‌های آمریکا ناآرامی هست و در واقع میشه گفتش که اسلامگرایان افراطی و غیر افراطی، فاشیست ها به نوعی پشت این ناآرامی ها در سطح اروپا و آمریکا هستند. ما در کشورهایی مانند لندن، فرانسه، سوئد، آمستردام و دیگر شهرهای کلان اروپا شاهد این هستیم که جمعیت کسانی که به صورت مهاجر و پناهنده به این کشورها آمدن از ساکنان اصلی این شهرها و مردمان در واقع این کشورها بیشتر هستند و به هر روی موضوعی است که مشکلات فراوانی را برای اروپا و آمریکا به وجود آورده. در این رابطه دعوت کردم از جناب کوروش کلهر، ساکن آمریکا، تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب جهانگیر لوایی، اقتصاددان و فعال سیاسی، که تلاش میکنم در پایان وقت برنامه در خدمت آقای جهانگیر لوایی در رابطه با وضعیت اقتصادی در ایران هم باشیم. امیدوارم وقت برنامه اجازه بده که در این رابطه هم صحبتی داشته باشیم با شما بینندگان نازنین. درود دارم خدمت شما جناب کلهر نازنین، جناب لوایی گرامی، سپاسگزارم از اینکه خوش آمدید. شما قطع وصل میشه، اجازه بدید من کنم. بله، نمیدانم از اتاق فرمان هستش یا که شما جناب کلهر مسئله صدا دارید با کامپیوترتون. لطف کنید صدا رو باز کنید، صحبت کنید، ببینیم که اشکال از کجاست. من اجازه بدید اولا تشکر میکنم از شما و سپاس از دعوتتون. چقدر خوشحالم که در خدمت یکی از هممیهنان عزیزمونم من تو این جلسه هستم و درود خود مخصوصی دارم به یکایی که هممیهنانمون در سر تا سر دنیا که برنامه شما رو میبینن. سپاس از شما. کلهر، تحلیل شما را در رابطه با ناآرامی‌ها در قاره آمریکا و اروپا می‌شنویم. بفرمایید. ببینید، قبل از اینکه به صورت مستقیم من پاسخگوی همچین پرسشی بشم، اجازه بدید برگردیم به 50 سال گذشته آمریکا. آمریکا در ظرف 50 سال گذشته و در طی زمانداری یک حزب، به خصوص حزب دموکرات، تقریبا باعث از همپاچیدگی شیرازه اداره این مملکت داره میشه.
یعنی از زمان ریاست جمهوری کارتر، کلینتون، اوباما و الان بایدن، آمریکا به وسیله قسمت چپ و اکستریمیست حزب دموکرات سوق داده شده به حرکتی که الان ما شاهدش هستیم که در آمریکا و در کشورهایی که پشتیبان سیاست‌های آمریکا و دوستان آنها در حرکات مختلف هستند، این حالت‌ها داره به وجود میاد و این سابقه طولانی 50 ساله داره، ولی الان ما داریم به صورت بسیار خطرناکی باهاش روبرو میشیم در آمریکا. 6 ماه آینده آمریکا یک 6 ماه بسیار پرتلاطمی خواهد بود تا انتخابات ریاست جمهوری. اتفاقاتی که الان در آمریکا میفته و بعد از حمله حماس به اسرائیل و دفاع اسرائیل از موجودیت خودش، افراد و گروه بسیار به خصوصی به سرکردگی جورج سوروس. جورج سوروس یه اکستریمیست کمونیست و با ثروت کلانی که داره و شبکه‌ای که در سر تا سر دنیا به وجود آورده، جزء تنها کسانی است که الان دنیا رو با یک مخمصه روبرو کرده. جورج سوروس تبع آمریکا نیست، بنابراین در موردش در آمریکا عملی نمیشه انجام داد و فعالیتی که او کرده الان کاملا نشون داره داده میشه در اقتصادات دنیا با استفاده از دشمنی با کشور اسرائیل و پشتیبانی از فعالیت‌هایی که با کشور اسرائیل و سیاست‌های اسرائیل، حالا چپ یا راستش رو من کاری ندارم، ولی با اونها مخالفت داره میکنه. جورج سوروس خودش یهودی زاده است، ولی الان یک فردی است که در برابر هر قدرت مذهبی که بخواد باهاش به جنگی در بیاد قد علم کرد. بنابراین فعالیت هایی که الان شما در آمریکا دارید میبینید، اینا احتیاج به یه بودجه کلانی داره. هیچ کجای آمریکا و در سیاستی که الان آمریکا رو اداره میکنه چنین بودجه هایی وجود نداره که دفعه سر تا سر دانشگاه های آمریکا رو به این روز برسونه. من دقیقا یادم زمانی که دانشجو بودم در آمریکا، جنگ آمریکا با ویتنام، گروه چپ دانشجویان دانشگاه به صورت به نام SDS Student for Democratic Society دقیقا همین فعالیت ها رو میکرد و در مقابله با حضور آمریکا در ویتنام و صدمات جانی که میداد در دفاع از تصمیمات خودش و هدف خودش، دانشجوها جوانان آمریکا رو برای اولین بار، چون آمریکا تا اون زمان یه جامعه سیاسی نبود، جوانانش سیاسی نبودن، یه جامعه کاملا ناسیونالیست بود به یک پارچه، و از اونجا این گرفتاری ها شروع شد و الان به اینجا رسیده. آینده اینی که تا ظرف این 6 ماه، چون بدون شک تغییرات بسیار بزرگی بعد از انتخابات آمریکا در نوامبر آینده ما در دنیا شاهدش خواهیم بود، ولی الان گروه به خصوصی با سرمایه گذاری یک فرد معین در این اختشاشات به وجود میاره. الان شما ایرانی استادان دانشگاه ایرانی که تعداد زیادشون هم کم نیست، چیزی نیست که 5000 طبیب ایرانی ما در آمریکا داریم، یه چیزی نزدیک 2000 تا اونجایی که من اطلاع دارم اگه اشتباه نکرده باشم استاد دانشگاه داریم. درصد بسیار بالایی از این استادان دانشگاه بودجه هاشون رو جمهوری اسلامی تأمین کرده و دانشگاه‌های آمریکا هم همیشه محتاج پول، اینها رو
به عنوان کارمندان خودش، اساتید خودشون، آوردنشون تو این دانشگاه ها، ولی سرنخ دست جمهوری اسلامی در کنترل این افراد در دانشگاه UCLA. جناب کلهر گرامی، شما دارید میگید که در 6 ماه آینده تحولاتی ایجاد میشه. فکر میکنم میخواید بگید که بایدن دیگه در رأس حکومت نخواهد بود، وگرنه اگر که بایدن باشه خب به تغییری به وجود نمیاد. اگر کوتاه لطف کنید. سردرگمی که در حزب دموکرات آمریکا هست اصلا معلوم نیست آیا بایدن تا اون روزهای آخر به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از طرف این حزب حیات داشته باشه، حیات سیاسی داشته باشه. دقت میکنید؟ بنابراین الان با گرفتاری هایی که با حزب برای حزب جمهوری خواه دموکرات ها به وجود دارن، خب با حملاتی که به کلینتون به بایدن منظورتون هست؟ نه الان تقریبا نمایندگی حزب جمهوری خواه و ترامپ در اختیار الان ترامپ رو به طریقی دارن بی چهره و بیام میکنند که معلوم نیست واقعا این 6 ماه آینده آمریکا با چی روبرو خواهد بود. دقت میکنی؟ این برداشت های منه البته. بله. هر روز این آمارگیری هایی که در آمریکا میشه تغییراتی رو نشون میده. آخرین آمارگیری که البته وسایل ارتباطی همی آمریکا که عموما دموکرات و چپ هستند دارن اعلام میکنن که این تصادم بین این دو فرد بایدن و رقیبش از حزب جمهوری خواه اینا دارن برابری میکنن، ولی حقیقت در اختیار مردم آمریکا الان نیست. به شدت یک گرفتاری است که پرونده سازی است بر علیه هم دیگه. آمریکا ظرف این 50 سال تبدیل به جنگ دو حزب شده و در نهایت در ادمنستریشن بایدن در ظرف این 4 سال گذشته به اوج خودش رسیده. پیشبینی در اینه که کدومی که از اینا برنده میشن هیچ معلوم نیست آن روز آخر چه اتفاقاتی خواهد افتاد، به خاطر اینه که بسیار حساسیه. یعنی من نمیتونم الان نظر شخصی خود من در یه علامت آینده این 6 ماه آینده یه علامت سوال بسیار بزرگه واسه من. بله، سپاس از شما. ضمن اینکه حالا ما فعلا نمیخوایم به اینکه تغییر حکومت در آمریکا بپردازیم، هرچند که خب بایدن تا حد بسیاری به باور من در به وجود آمدن این ناآرامی ها دخیل هست. جناب لقایی گرامی، تحلیل شما رو میشنویم، بفرمایید. ببینید، من در واقع بیشتر در اروپا رو مطرح میکنم. اول درود میفرستم به شما. من قبل از این باید تشکر میکنم از دعوتتون و همینطور درود به جناب کلهر و هموطنان عزیز. من در رابطه با اروپا به اصطلاح چون در اروپا هستم مثلا مطرح میکنم. ببینید، خب اون چی که در هفته اکتبر حماس حمله کرد یا حالا وارد اسرائیل شد و اون کشتار و اون جنایت رو کرد، یک عمل تروریستی بسیار بسیار فجیع و واقعا شنیع بود که خیلی کم سابقه داره. البته چون ما در کشورمون این اسلامیست ها حاکم شدن، میدونستیم که اینا هر جایی برن همین جنایت رو میکنن، همونطوری که جمهوری اسلامی
در ایران دست به چنین جنایت هایی زد. خب بعدش هم به طور طبیعی اسرائیل میبایست حق دفاع خودش رو باید کشورش رو در امنیت نگه داره، مردم بتونن در اونجا زندگی بکنن. خب حمله شد، معلومه وقتی که یه حمله نظامی به جایی میشه و عده ای هم از سپر انسانی یعنی حماس در خونه های مردم، در چه میدونم مراکز عمومی، برای اینکه یک جایی که 365 کیلومتر مربع مساحت داره و 2,200,000 نفر آدم توش هست، خب اینا از این مراکز در واقع جایی که آدم ها زندگی میکردن استفاده میکردن برای موشک پرانی و به اصطلاح اون عملیاتی که میکردن. بخشش ناچارن اسرائیلی ها مجبور بودن خب اون مناطقی که اینا موشک میزنن باید اون مرکز موشکی رو بزنن، بخشش هم به هر حال در جنگ این نیست که همه چیزهایی که در جنگ صورت میگیره واقعا بر اساس معیارهایی که سازمان ملل و یا چیزهای بین المللی درست کردن. و خب ببینید اینا، این تظاهر کنندگانی که در شهرهای اروپایی، حالا من چون در آلمان هستم خب این رو در واقع تو تلویزیون آلمان نشون میده، آدم هم داره میبینه، اینا تحت لوای این که باید یک کشوری به نام فلسطین باشه، که خب الان بسیاری از کشورهای جهان خب خواهان یه همچین چیزی هستن، یا سازمان ملل این رو میگه بر اساس اون قرارداد سال 1967 که میبایست یه همچین کشوری در همون محدودهی که هست تشکیل بشه، ولی اینا تحت لوای این مسئله کار به جایی رسیده که در آلمان همین چند روز پیش در شهر هامبورگ وقتی این اسلامیستا دست به تظاهرات زدن، هم به عربی و هم به آلمانی در واقع پلاکاردی رو بردن بالا که ما حکومت خلافت اسلامی میخوایم و یا راه حل و راه چاره خلافت اسلامی هست. و حالا شما تصور کنید اینها از کشورهایی فرار کردن که خب اونجا اسلام وجود داشته و حالا آمدن کشوری که به اونها پناه داده، تمام امکانات رو برایشون مهیا کرده برای یه زندگی نرمال انسانی بر اساس معیارهای پیشرفته جهانی و از امکان دموکراسی که اینجا وجود داره، میان میخوان این کشورها رو از دید خودشون تبدیل بکنن به کشور خلافت اسلامی و این یه خطر بزرگیه واقعا. تازه اروپایی ها یواش یواش من فکر میکنم داره به اصطلاح اون حواسشون جمع میشه و متوجه میشن که این موج مهاجری که به خصوص از سال 2015 به این طرف وارد اروپا شد و در خوب قبلش هم وجود داشت و اینها دارن، منظور اسلامیستا هست البته معلومه، و بسیاری از کسانی هم که آمدن انسانهایی هستن که فرهنگ جوامع دموکراتیک رو قبول کردن، در گذشتهشون هم آدمهای دموکراتی بودن و اینجا وقتی آمدن تونستن این فرهنگ رو بپذیرن و خودشون رو با جامعه هماهنگ کنن، ولی همین اقلیت خطر بسیار بسیار وحشتناکی رو داره برای به نظر من بسیار و یا اکثریت کشورهای اروپایی رقم میزنه اگر از الان محکم جلو اینها نیستن. یعنی واقعیتش اینه، خب تو که حکومت خلافت میخوایی برگرد به همون جایی که بودی که کشور مسلمان بود، برای چی فرار کردی و چه میدونم این همه پول به قاچاقچی دادی یا حالا هرچی آمدی در اینجا و اینجا میخوای دست به ترور آدم هایی بزنی که دارن از آزادی دموکراسی دفاع میکنن و چه میدونم تجاوز و بسیاری کارهای دیگه‌ای که
دارن انجام میدن و متاسفانه این قضایا از زمانی بسیار بسیار شدت گرفت که جمهوری اسلامی بر ایران مسلط شد و در واقع به نوعی یک کشور با اهمیت و ثروتمند خاورمیانه رو اشغال کرد، اون هم اشغالی که به صورت یک چپاولگر و غارتگر و از امکانات در واقع و ثروت این مملکت استفاده کرد، جامعه رو به فقر و بدبختی کشوند و اهداف تروریستی اسلامی رو در واقع تقویت کرد و این مسئله در کشورهای دیگه هم به وجود آمد ما بین اسلامیستا که پس می شود با اسلام هم قدرت رو گرفت. بنابراین با امکانات مالی که جمهوری اسلامی از ثروت مملکت ما در اختیار این نیروها گذاشت، اینا در جهان تقویت شدن. خب شما اگر جمهوری اسلامی نبود، امروز حماسی هم به این شکلی که ما داریم میبینیم وجود خارجی نداشت، بسیاری از این نیروهای رادیکال وجود نداشتن، داعشی به وجود نمی آمد، طالبانی در افغانستان شکل نمی گرفت. یعنی همه اینها نتیجه یک حکومت تروریست جنایتکار بر اساس یک ایدئولوژی مذهبی فاشیستی به اصطلاح در خاورمیانه شکل گرفت و وضعیت رو به اینجا رسوند. حالا فقط یک لحظه تصور کنید، در مصر اخوان المسلمین در این لحظه تاریخی وجود داشت، یعنی ارتش مرس که به درستی در اون لحظه بر علیه در حمایت از مردم، چون مردم بعد از تقریبا چند ماه بر علیه اخوان المسلمین نیروهای در واقع دموکرات مصر بلند شدن و ارتش به درستی و با تشخیص درست به حمایت از مردم اخوان المسلمین رو به زیر کشید. اگر اخوان المسلمین الان در مصر وجود داشتن، وضعیت به این شکلی نبود که الان به اصطلاح جنرال السیسی در حکومت هست و منطقه خاورمیانه به یک واقعا منطقه آتشزا تبدیل می شد و جهان رو به خطر، الان هم جهان در خطر است، ولی اگر اونها بودن خطر بسیار بسیار عظیمی بود. یعنی الان شاید بسیاری در خاورمیانه متوجه این مسئله شدن که اگر در همون به اصطلاح بهار عربی ارتش مصر به داد کشور مصر نرسیده بود، امروز فاجعه ای هم برای خاورمیانه و هم جهان فاجعه بسیار عظیم به وجود می آمد. بله، سپاس از شما جناب لقایی. در واقع در به خصوص دهه گذشته ما شاهد این هستیم که مهاجرت بدون چطوری بگم درهای اروپا انگار به سمت این مهاجران باز شد و اروپا مخصوصا نمیدونست که همچین اتفاقی براشون میفته و فکر میکرد خب یک نیروی کار که داره وارد کشورشون میشه، ولی تازه به هوش آمدن که داره چه اتفاقی میفته و چهره کشورهای اینها دیگه الان این چهره کشور اروپایی نیست. یعنی انقدر جمعیت در برخی از کلان شهرها بخصوص همین هلند، کشور شما، آلمان، فرانسه، لندن وقتی نگاه میکنی پر از محجبه و مردان که به زبان عربی صحبت میکنن. خب اهم این مهاجران از شاخ آفریقا، از کشورهای آفریقا هستن و خاورمیانه.
و نمیشه گفتش که اینها جانشان در خطر بوده. من بر این باور هستم که یک عده از اینها در پی ماموریت آمدن و موفق شدن که به هر حال از این فیلترهای ارزم بزرگ شما گرفتن اقامت بگذرن و این کشورها رو متقاعد کنن که پناهنده هستن و حالا دست به این کارها میزنن و کشور ناآرام، کشورهای اروپایی به خصوص که ما هستیم، خیلی ناآرامی به وجود آوردن، زنها رو میزنن، به فروشگاه حمله میکنن، ناامنی جنسیتی در واقع تعرض جنسی وجود داره و ده ها گرفتاری دیگه. جناب کلهر، با توجه به این اوضاعی که پیش آمده، آیا قاره آمریکا و اروپا تسلیم این موقعیتی که برای کشورهاشان به وجود آمده میشه یا اینکه تدبیری میاندیشن و حتی درهای کشورهایشان را به روی این گونه افراد در واقع میبندن؟ شما ببینید، من بیش از نیمی از عمرم رو توی آمریکا گذروندم. من شاهد الاکلنگی که سیاست آمریکا و خود آمریکا باشو بوده شاهدش بودم. آمریکا دارای یک سیستمی است که دولت مردان و متفکرینش در فکر حفظ مملکتشون، این من شک درش ندار. من شاهد همین حالتی که الان آمریکا، ولی نه به این شدت، رو باهاش زمانی که همچنین خدمتون عرض کردم، زمان دانشجویی با آمریکا تونست خودش رو از این ماجرا خلاص بکنه. امید در این هستش کشورهای نظیر آمریکا و کشورهای لیبرال اروپایی با کمال تعصب برای حفظ منافع خودش قفس ماری رو باز کردند که الان خودشون دارن مزه زهرش رو میچشن. این کشورها یک روزه یا دو روزه و یک ساله دو ساله به دنیا نیامد. کشورهای اروپایی و کشور آمریکا، اینها بزرگترین قدرت سیاسی و اقتصادی دنیا هستند. شوربختن موقعی که سیاسیون و سیستم امنیتی این کشورها اشتباهات رو مرتکب میشه که الان ما با شروع هستیم، شوربختانه اون وقت اینها از ارتش خودشون استفاده کنند. جناب لقایی یک مثالی در مورد ارتش مصر زدن و من اجازه بدید یک ثانیه در همین چند لحظه در همین مورد صحبت داشته باشم. تفاوت بسیار زیادی بین ارتش مصر تعلیم دیده روسیه شوروی بود با ارتش ما که سرانش و حتی قسمت‌های دوم و سومش تعلیم دیده های اروپا و آمریکا بودن. و در این کشورها تمام این افرادی که اومدن دوره دیدن، پروفایل، سایکولوژیکال پروفایلشون آماده بود و زمانی که آمریکا و اصولا استثمار غرب باعث تغییراتی در کشور ما شد، از وجود اینها و خطر اینها کاملا آگاهی داشتن و لیستشون رو تحویل دشمنان ایران دادن. شوروی از اون ور به خاطر ضربه‌ای که ارتش ایران بهشون در ظفار زده بود و آمریکا به خاطر حفظ رژیمی که به دست خودش برای حفظ منافع خودش
به وجود آورده بود. این تفاوت دو تا ارتشه. ولی من آینده آمریکا رو انقدر به صورت منفی بهش نگاه نمی کنم. من در یه مقطع زمان، در این مقطعی که الان شروعش از نزدیک از زمان کارتر شروع شده و تا حال در زمان زمانداری بایدن ادامه پیدا کرده، یه دوران بسیار خطرناکی برای آمریکا میبینم و امیدوار هستم که دولت مردان و ناسیونالیسم آمریکا بتونه آمریکا رو حفظ بکنه و بدون شک این کار خواهند کرد، ولی یه دوران بسیار سختی رو در پشت سر خود گذاشتن. این حرکت دقیقا مثل اسلام در ایران باید میومد، خودش رو کاملا نشون داد میداد تا مردم آمریکا و ایران، مردم ایران در مورد اسلامیزم بفهمن با چی روبرو هستن. در طول تاریخ 500 ساله ما، مملکت ما با چنین پاپولیشنی روبرو نبوده، با چنین نسلی روبرو نبوده. این نسل ما در طول تاریخ ما شاهد نداریم بر برابرش. در آمریکا دقیقا وسط آمریکا آمریکاییه. تمام این تظاهرات و سرکردگی تظاهرات در شرق و غرب آمریکاست. مردم داخل آمریکا هنوز در فکر مملکت خودشون هست. من الان در نقطه از آمریکا زندگی میکنم که در اون شهری که من زندگی میکنم اکثر اینها میدوستی هستند و اینها با شدت با تفکرات و اعمالی که ادمنستریشن های دموکرات پیاده کرده مخالفند، ولی الان نماینده رو که میخوان ازشون دفاع بکنه خودش در خطره، معلوم نیست چه بلایی سرش میاره. و ولی بدون شک متفکرین آمریکا در فکر مملکت خودشون هستند. شما ببینید الان از این بلبشو روسیه استفاده میکنه، چین استفاده میکنه، کشورهای اسلامی اینچنانی ازش نهایت سوء استفاده میکنن، ولی یه دورانی داره. این دوران مگر این انقدر ادامه پیدا بکنه که آمریکا تبدیل بشه به اون بلایی که سر روسیه شوروی آمد، یه همچین اتفاقی در آمریکا نخواهد افتاد. بله، سپاس از شما جناب کلهر گرامی. شما چون در آمریکا هستید به وضعیتی که در آمریکا هست در واقع به موضوع پرداختید و معتقدید که در واقع آمریکا تسلیم نمیشه و وضعیت تغییر خواهد کرد. جناب لقایی، شما می توانید در رابطه با اروپا برای ما بگید آیا قاره اروپا تسلیم این وضعیت میشه؟ آیا نظم نوین جهانی داره به انحراف میره یا که نه؟ نظر شما رو بشنویم. بفرمایید جناب کلهر، لطف کنید میکروفون گوش کنید. ببینید، منم نظرم این است که اروپا تسلیم نخواهد شد. یعنی این نیست که این دموکراسی که با این همه تلاش و زحمت و خونهای زیادی بابتش داده شده در اروپا، در واقع میلیونها انسان جانشون رو از حالا قرن 16 و 17 و 18 و به خصوص قرن 20 وقتی فاشیسم حاکم شد، ولی فاشیسم رو هم شکست دادن. یعنی در واقع از سال 1940 تا 1945 به جز انگلستان قسمت عمده اروپا زیر چکمه های نازیسم آلمان داشت له می شد و بخش دیگرش یا بخش اندکیش زیر چکمه های بولشویسم استالینی داشت به اصطلاح له و نورده می شد. ولی با این بحث باز دموکراسی حاکم شد و مسلط شدند. بهای بسیار سنگینی پرداخته شد.
ولی نذاشتن. اسلامیست هم که در واقع بدتر از اون نازی ها هستن، برای اینکه لااقل اونها به مسائل شخصی شما کاری نداشتن، اینها حتی به خونه شما هم کار دارن که چه موزیکی گوش میدید، چه میدونم چه میکنید و چه چیزی میخورید یا نمیخورید. بنابراین این نیست و الان خطر رو متوجه شدن و اصلا امکان نداره. این کوتاهی دولت مردان کشورهای اروپایی این به معنا نیست. الان همه ما داریم میبینیم در کشورهای اروپایی مردم اروپا واقعا به اصطلاح یک موضع بسیار سختی رو نسبت به این مسئله گرفتن. حالا این تظاهراتی که به اصطلاح شکل گرفت، حالا درسته که 4-5 هزار نفر بودن، ولی 4-5 هزار نفر پتانسیل کسانی هستن که اسلحه میتونن دستشو بگیرن و به رگبار ببندن آدم ها رو، بمب بذارن، و حتما اروپا فکری خواهد کرد. یعنی این زنگ خطرها باعث میشه که به هر حال جلوی این مسئله رو بگیرم. من هم مسئله رو زیاد تاریک نمیبینم، یعنی اینها اندکی دیر جنبیدن، یعنی باید خیلی زودتر از اینها این فکر رو میکردن. و مسئله اساسی این هست، وقتی که اینها یه همچین چیزی رو میبینن، باید سرمنشأ مسئله که تمام امکانات اینا رو داره تهیه میکنه، اونجا رو باید به نوعی بخشکوننش، که اون هم جمهوری اسلامیه. یعنی وقتی اینها به نوعی باج میدن به جمهوری اسلامی و روابط باش دارن، باید این انتظار رو داشته باشن که در کشورهاشون هم بمبگذاری بشه. این نمیشه که شما از این طرف بخواید داخل مملکت خودتون امن و امان باشه و این مسائل نباشه، ولی از طرف دیگر با جایی که بیشترین امکانات مالی رو به عنوان یه دولت به اصطلاح در اختیار داره، کشور در یک منطقه جغرافیایی بسیار بسیار حساس و مهمی قرار داره ایران، و شما با حاکمان تروریست اون روابط داشته باشید و روابطتون هم به گونه‌ای باشه که نخواهید به اصطلاح زیاد اذیت بشن، و بعد بخواهید که قارتون هم امن باشه. چنین چیزی نمیشه. شما وقتی آتشی رو در اطراف خانه خودتون باعث شدید که شعله ور بشه، این آتش حتی اندک هم شده باشه، شما با تمام امکاناتی هم که داشته باشید باز وارد خانه شما خواهد شد و صدمه خواهد زد. اینه که میگم الان مثلا فرض کنید این چیزی که در آلمان اتفاق افتاد، این حالا تظاهراتی که در هامبورگ یا شهرهای دیگه که اینا حکومت خلیفه رو میخواستن نشدودن، راه حل این هست، اونم برای جامعه مثل آلمان یا مثلا مثل فرانسه یا هلند، یعنی این نوع کشورهای پیشرفته جهان. خب این الان در تلویزیون آلمان مرتب بحث همین مسئله هست که چه باید کردش که حالا درسته که اینا را باید واقعا قوانین سفت و سختی رو بذارن که بلافاصله اخراجشون کنن از کشور، ولی باید سرمنشأ این مسئله خشکانده بشه. اونجا اگر درست بشه، به نظر من اگر جمهوری اسلامی برود، که حتما خواهد رفت، خواهیم دید بعد از 5 سال حد اکثر منطقه خاورمیانه به چه آرامشی خواهد رسید. و اگر هم نیامده بود، به طور قطع و به طور حتم میشود گفت 100% این وضعیتی که الان در خاورمیانه هست امکان نداشت چنین وضعیتی وجود داشته باشه، چون سرمنشأ تمام این مسائل از زمانی بود که جمهوری اسلامی بر ایران مسلط شد و به شکل یک اشغالگر قرون وسطایی اون مملکت رو با اون ثروت گرفت و این وضعیت رو در خاورمیانه و جهان به وجود آورد. سپاس از شما جناب لقای گرامی. در واقع
غرب در حال مماشات با کشورهای غربی، دول غرب در حال مماشات با جمهوری اسلامی بودند و فکر نمی کردن که فکر می کردن خب خیلی در یک قاره دیگر هستن، در دسترس نیستن و در واقع به منافع ملی خودشان فکر کردن، به منافع در واقع کشورهای دیگه توجه نکردن، به فرض کنید که جامعه ایران بی توجه شدن، این همه تظاهرات شد، این همه در واقع اعتراض شد، به هیچ کدام از این اعتراضات، حالا یکم در جریان خیزش مهسا عکس العمل نشان دادن، ولی هر دفعه که در ایران در کف خیابان‌ها مردم تظاهرات می‌کردند و جانشون از دست می‌دادن، اینها رهبران در واقع خودشان یه رهبرانی برای ما درست می‌کردن و در حال تبلیغ برای اونها بودن و خیلی چشم امید به اصلاح طلبا داشتن، ولی خب مردم ایران زیر بار این در واقع تحمیل نرفته، نمیره و نخواهد رفت و جهان غرب و هر کجای جهان که ما هستیم همه در روی یک کره خاکی داریم زندگی میکنیم و نمیشه که منافع ملت‌ها رو نادیده گرفت و در واقع بی اهمیت نسبت به جوامع دنیا بود. جناب کلهر عزیز، اتحاد سرخ و سیاه را ما الان بیشتر شاهد هستیم، یعنی اینکه در همین ناآرامی ها در سطح آمریکا و اروپا ما شاهد هستیم که افراطیون اسلامی، فاشیست اسلامی و فاشیست غیر اسلامی و چپ مارکسیستی، همه اینها در واقع در به وجود آمدن این ناآرامی ها دست دارند. شما به چگونه این را تحلیل میکنید؟ دو ایدئولوژی متفاوت، یکی در واقع اسلامی است و آن یکی چپ است و خدا ناباور است به طوری، ولی الان در یک جبهه در واقع با هم همبسته شدن، دلیل این چیست؟ بفرمایید. ببینید، همیشه موقعی که دشمن مشترک وجود داشته باشه، تمام کسانی که بر علیه اون دشمن فعالیت میکنن اینا با هم یک پارچه میشن. خیلی ساده است، در این مورد اینقدر صحبت شده که دشمن دشمن من دوست منه. ولی جناب لقایی اشاره بسیار جالبی کردن و اون این سر مار، این منشأ یک همچنین اعمالی در یک کشوری به نام ایران هست، پشتیبان سیاسی و امنیتی یک همچنین فعالیت هایی، یه دشمن دیگه آمریکا روسیه شوروی است و اشتباهات حزب دموکرات آمریکا در برابر تهیج کردن سیستم کنونی روسیه باعث این شده که همه به دنبال هم بگردن ببینن که نقطه مشترک مخالفتشون با یه قدرتی به عنوان آمریکا کجاست. اینها دارن از نقطه اضطرار، از منشأ هراس فعالیت میکنن. سر این مار در ایرانه. مردم ایران متنفر از این رژیم هست. این رژیم یه جنازه ایست که افتاده روی شاهراهی که مردم ما رو میتونه نجات بده. این جنازه باید برداشته بشه. تا به حال آمریکا و امپریالیسم و استثمار غرب و شرق
از آمریکا به عنوان یک جوجه ها از عروسی استفاده کردن و از منافعشون تا اونجا که میتونستن مملکت ما رو غارت کردن. اعمالی رو که این رژیم با استفاده از منافع مالی ایران میکنه، این سرکردگیش توی مسکوه، سرکردگیش در چینه، سرکردگیش در کره شمالی است. مردم ما این رژیم رو نمیخوان. جواب ما به مردم چیه؟ مردم که اومدن نشون دادن که این رژیم مورد قبولشون نیست. همه منتظر هستن اپوزیشن ایران یک کاری بکنه. ایران داره اپوزیشن نیست در خارج. یه سری گروه ها هستن، اینا اپوز هم دیگه هستن. ایران میشه نجات داد. ایران آماده نجات پیدا کردنه. منطقه به وسیله یک سری افرادی که مکتبی فکر نمی کنند. کسانی هستند که نجات ایران و مردم ایران در اوج خواسته هاشونه و یه همچین گروهی میتونن ایران رو نجات بدن. زمانی که یه همچین قدرتی وجود داشته باشه، تمام این سیستم های استثماری دنیا برای حفظ منافع خودشون از یه همچین حرکتی پشتیبانی خواهد کرد. زمانش الانه. دنیا الان میدونه که این کشوری که دارای یک چنین ثروتی است و این ثروت رو داره برای این منظور ازش استفاده میکنه، چجوری میشه زدش زمین. ولی تا اون گروهی که واقعا برای نجات ایران پا به صحنه میگذارن وجود نداشته باشه، قدرت های خارجی برای حفظ منافعشون و جلوگیری از روبرو شدن با دشمن های بزرگ خودشون جلوگیری خواهند کرد. الان وظیفه ماست. امروز این روزها تنها چیزی رو که ما باید به دنبالش باشیم گذاشتن کنار این مکتب فکری مونه. اونهایی که برای یک پارچگی ایران آرزو میکنند، اینها کسانی هستند که باید دست از مکتبی کشیدن بردارن و برای نجات ایران. میبینم که من یه نوتیفیکیشن 2 دقیقه‌ای گرفتم، اینه که بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، میدونم وقتم کوتاه. بله، خیلی سریع وقت گذشت و من ندانستم پرسش های اقتصادی که از جناب لقایی داشتم بپرسم، ولی همینجا به جناب لقایی قول میدم که در برنامه به زودی دوباره به موضوع اقتصادی در ایران بپردازیم. در فرصت باقی مانده جناب لقایی، شما لطف کنید بفرمایید آقای کرپور در رابطه با اینکه اپوزیسیون نداریم و به هر حال مسئله نجات ایران صحبت کردن، شما چه نظری دارید؟ بفرمایید. من موافقم، ولی البته ما اپوزیسیون داریم، ولی متاسفانه این اپوزیسیون پراکنده است. یعنی فکر میکنم آقای کلهور هم همین نظر داشته باشه. باید این اتحاد، کسانی که واقعا دلشون برای ایران میتپد یا قلبشون برای ایران میتپد و مغزشون میخواد برای اون مملکت کاری رو انجام بده و مسئلهشون مسئله نجات ایران هست، فارغ از ایدئولوژی، چون ایدئولوژی درش دموکراسی نیست. در دموکراسی همه ایدئولوژی ها آزادن، ولی شما هیچ ایدئولوژی رو ندیدید که درش آزادی وجود داشته باشه، آزادی اندیشه و آزادی فکر. و به هر حال امیدوارم این اپوزیسیون که میخواهد ایران رو نجات بده و ایران دوست هست و میهن دوست و فقط به فکر نجات ایران و آینده اون مملکت هست، اینها با هم هرچه سریعتر هماهنگ بشن و این مسئله در واقع آقای کلهور گفتن سر مار، بنده میگم سر اژدها، این دیگه از مار هم گذشته، واقعا باید کوبیده بشه در تهران. سپاس از شما و جناب کلهور گرامی. ما به پایان برنامه رسیدیم و ما هم امیدواریم که
جمع پادشاهی خواهان و جمهوری خواهان که در اندیشه به هم نزدیک هستند در بین خودشان به اتحاد گسترده برسند و در بیرون از آن با کسانی که دوباره می توانند مذاکره کنند در واقع به ائتلاف برسند. سپاس ویژه دارم از مدیر فنی برنامه و سپاس از کانال یک و بینندگان این برنامه. بدرود تا درودی دیگر.